سپس ادامه داد و فرمود مردی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت ای پدر، سهمی را که از دارایی خود به من خواهد رسید اکنون به من بده. پس دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. پس از چندی پسر کوچکتر آنچه را داشت گرد آورد و راهی دیاری دوردست شد و ثروت خیش را در آنجا به عیاشی بر باد داد. چون هرچه داشت خرج کرد، قحطی شدید در آن دیار آمد و او سخت به تنگ دستی افتاد. از این رو، خدمتگزاری یکی از مردمان آن سامان را پیشه کرد و او وی را به خوکبانی در مزرعه خیش گماشت. پسر آرزو داشت شکم خود را با خوراک خوک‌ها سیر کند، اما هیچ کس به او چیزی نمی‌داد. سرانجام به خود آمد و گفت ای بسا کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارند و من اینجا از فرط گرسنگی تلف می شوم. پس بر می خیزم و نزد پدر می روم و می گویم پدر، به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم، با من همچون یکی از کارگرانت رفتار کن. پس برخاست و راهی خانه پدر شد. اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش دویده در آغوشش کشید و غرق بوسه‌اش کرد. پسر گفت پدر، به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. اما پدر به خدمتکارانش گفت بشتابید، بهترین جامه را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری بر انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری آورده سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم، زیرا این پسر من مرده بود زنده شد، گم شده بود یافت شد. پس به جشن و سرور پرداختند. و اما پسر بزرگتر در مزرعه بود. چون به خانه نزدیک شد صدای رقص و آواز شنید. یکی از خدمتکاران را فرا خواند و پرسید چه خبر است؟ خدمتکار پاسخ داد برادرت آمده و پدرت گوشالهی پرواری سر بریده، زیرا پسرش را به سلامت باز یافته است. چون این را شنید برا شد و نخواست به خانه درآید. پس پدر بیرون آمد و به او التماس کرد، اما او در جواب پدر گفت اینک سال هاست تو را چون غلامان خدمت کردم و هرگز از فرمانت سر نپیچیدم، اما تو هرگز حتی بزغاله‌ای به من ندادی تا با دوستانم ضیافتی برپا کنم، و حال این پسرت بازگشته است، پسری که دارایی تو را با روسبی‌ها برباد داده، برایش گوساله پرواری سر بریده ای؟ پدر گفت پسرم،
تو همواره با من هستی و هر آنچه دارم مال توست. اما اکنون باید جشن بگیریم و شادی کنیم، زیرا این برادر تو مرده بود، زنده شد. گم شده بود، یافت شد.